پس باید دید دعوای ما با رژیم خمینی بر سر چیست. آنگاه خواهیم توانست همه مدعیان و گروه ها و عناصر سیاسی را حول دعوای اصلی شناسایی و طیف بندی کنیم و الا در قیل و قال آنها گیج و گم خواهیم شد. دعوای اصلی مردم ایران با رژیم خمینی از روز اول بر سر این بوده و هست که حاکمیت ملت و رأی مردم یا ولایت فقیه و حاکمیت آخوندی. خمینی و دار و دستش از فردای انقلاب ضد سلطنتی طرفدار حاکمیت آخوندهای نوع خودشان بر مقدرات و سرنوشت ملت ایران بودند. متقابلا ما گفته ایم و می گوییم که حاکمیت حق ملت است. هر کس هم که طرفدار آزادی و دموکراسی است ضرورتا باید طرفدار سرنگونی رژیم ولایت فقیه و دور انداختن قانون اساسی ولایت فقیه و مدافع حق حاکمیت مردم ایران باشد. صرف نظر از پایه‌های نظری حکومت و فقاهت در قرآن و تشیع انقلابی که در مضمون و محتوا و ماهیت به تمام و کمال رو در روی یاوه‌ها و مجعولات ارتجاعی دار و دسته خمینی قرار دارد، کافی است یادآوری کنیم که حضرت علی فقط وقتی زمام امور را به دست گرفت که جمهور مردم به مدت یک هفته اصرار ورزیدند و یک به یک با او بیعت کردند، یعنی رأی آزاد و مستقیم خود را ابراز کردند. حال اگر انتخاب و رأی عمومی را پایه و مایه مشروعیت سیاسی بدانیم، درست در نقطه مقابل حاکمیت آخوندها و رژیم ولایت فقیه به حاکمیت مردم و رأی مردم تم داده ایم. این اصل دعوای ما با خمینی و رژیم او از روز اول است. اکنون می توان همه مدعیان و افراد و نیروهای سیاسی را حول اصل موضوع دستبندی نمود. اینجاست که در نخستین تقسیم بندی بین رژیم و ضد رژیم مرز بندی می شود و خط قرمز کشیده می شود. در یک طرف همه کسانی قرار می گیرند که طرفدار حاکمیت مردم و برچیدن بساط استبداد و فاشیسم مذهبی هستند. در طرف دیگر کلیه کسانی قرار می گیرند که به نحوی از آنها مستقیم یا غیر مستقیم و با انواع اقسام توجیهات خواهان حفظ و نگهداری یا بازسازی فاشیسم دینی و صلح و سازش با آن هستند. تا بخواهید از خطرات و عواقب جنگ با این رژیم پرهیز می دهند، اما هرگز از خطرات و عواقب نجنگ و ادامه حیات این رژیم و اینکه چه جنگ های هولناکتری را اجتناب ناپذیر می کند چیزی نمی گویند. دل در گرو همین رژیم دارند و سرنگونی آن بین دارند و زیان می بینند. منافعشان با همین رژیم گره خورده و از آن دست بردار نیستند. از این رو سرنگونی فاشیسم مذهبی برای آنها خط قرمز محسوب می شود. دستاویزها و ترفندها و بهانه های آنها هم در 29 سال گذشته تجربه شده و کاملا شناخته شده است. البته به بهای خون 120 هزار تن از آگاه ترین و رشید ترین فرزندان این مرز و بوم، به بهای 1 میلیون کشته و 2 میلیون معلول و مجروح و بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت در جنگ 8 ساله، به بهای اعدام های روزمره در خیابان ها و به بهای فقر و حرمان و درد و رنج بی پایان ملت ایران. یک بار به بهانه مبارزه ضد امپریالیستی با شعار مرگ بر آمریکا، شعاری که به گفته موسوی نخست وزیر خمینی
مهمترین ابزار برای مقابله با گروه‌های کمونیستی، ماویستی و منافقین بود و بیش از دستگاه‌های اطلاعاتی در از بین بردن این گروه‌ها نقش داشته است. یک بار به بهانه جنگ با عراق برای اشغال این کشور با شعار فتح قدس از طریق کربلا، یک بار به بهانه اصلاح طلبی، یک بار به بهانه عدالت محوری، یک بار به بهانه انرژی هسته‌ای و چرخه سوخت اتمی، یک بار به بهانه دشمن خارجی که معلوم نیست آخوندها از آن چه چیز کم دارند، آنچرا از دروغ و داغ و درفش و دریل و ددمنشی از دشمن خارجی اضافه دارند البته می دانیم، ولی نمی دانیم بر چه اساسی باید این جانوران وحشی و موزی و درنده و گزنده را داخلی و خودی و درونی تلقی کنیم. آخر خودشان سال هاست مرزهای سرخ و خونین خودی و نخودی را بین خود و ملت ایران ترسیم کردند. وانگهی مگر سالهای سال نگفتند که هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی شناسند؟ مگر در کتاب اصول سیاست خارجیشان مکتوب و مدون نشده که تنها مرزی که اسلام می شناسد مرز عقیدتی است و سایر مرزها مطرود و محکوم است؟ و اکنون استفاده ابزاری از جنبش جهانی صلح طلبی را بنگرید که آخوندها می‌خواهند آن را به جنبش صلح و سازش با فاشیسم مذهبی تبدیل کنند. عجبا کسانی که درآمد و حتی موجودیتشان مدیون جنگ 8 ساله و جنگ در کویت و افغانستان و عراق است، کسانی که شعار رسمی آنها و امام ملعون راحلشان جنگ جنگ تا پیروزی و جنگ تا رفع فتنه از عالم بود، همانها که با سیلی از اطلاعات دروغ و گمراه کننده دعوت به جنگ در عراق می کردند، همانها که برای خودشویی و رد گم کردن نعل وارونه می زدند و از 1001 طریق با همه مزدورانشان آدرس تسلیحات کشتار جمعی عراق را از جمله در قرارگاه‌های مجاهدین به آمریکا می‌دادند، اکنون برانند تا جنبش برحق صلح‌خواهی را که نیاز و آرمان تمامی بشریت است به خدمت صلح با رژیم آخوندی بگیرند تا بیش از پیش فرصت جنایت و کشتار و سرکوب و حلق‌آویز در ملأ عام پیدا کنند. همین رژیم بود که غارهای زیرزمینی در قرارگاه‌های مجاهدین در خاک عراق را که مملو از تسلیحات هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی است نشانی می‌داد و ادعا می‌کرد آمریکا این امکان را برای رئیس جمهور عراق فراهم کرده که سلاح‌های خود را به انبارهای امن مجاهدین منتقل نماید. 3 سال پیش مطبوعات بین المللی فاش کردند که دستگاه اطلاعات همین رژیم از طریق عوامل عراقی خود با سیلی از اطلاعات نادرست در یکی از بزرگترین عملیات جاسوسی تاریخ معاصر دنیا را در مورد سلاح‌های کشتار جمعی در عراق فریب داده است، تا آنچنان که مدیر سابق اطلاعات نظامی آمریکا در خاورمیانه گوشزد نمود، جنگ در عراق را برانگیزد. علاوه بر این، اکنون همه می‌دانند که هم آتش جنگ فرقه‌ای، هم زندان‌ها و شکنجهگاه‌های مخفی، هم انبارهای سلاح و مواد انفجاری در عراق و همچنین سرنخ جرثومه‌هایی که به منفجر کردن و تخریب حرم‌های سامرا و مساجد مبادرت کردند در دست همین رژیم و کار همین رژیم است. 5,200,000 تن از مردم عراق گواهی دادند که راه حل در عراق خلع ید از رژیم ملایان است.
همچنان که نزدیک به 95% از مردم ایران طبق نظرسنجی های مخفیانه رژیم برانند که راه حل در ایران تغییر و سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. اگر غیر از این بود، اگر رژیم از حمایت مردم ایران برخوردار بود، بدون شک رفراندوم انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد را میپذیرفت. از همان روز انقلاب ضد سلطنتی تا امروز گفته این که انقلاب ایران یک انقلاب دموکراتیک است که مسئله آزادی در کانون آن قرار دارد و کلمت الوسطا یعنی مسئله اصلی و شاخص راهنمای آن محسوب می شود. ربع قرن پیش در نخستین سالگرد مقاومت گفتیم و تکرار می کنیم که یکی از بزرگترین موانع انقلاب‌های معاصر و بلکه مهمترین عامل انحراف و اضمحلال آنها همانا تجاوز به حریم مقدس آزادی تحت انواع و اقسام بهانه هاست. از این رو احیای مقوله آزادی همانا احیای بشریت و انقلاب‌های مغلوب است. مقاومت ما این چنین در برابر اپورتونیسم سیاسی در قبال فاشیسم مذهبی آبندی و تضمین شده است. به همین خاطر و با همین شاخص در 29 سال گذشته هیچگاه ترفندها و دستاویزها و بهانه‌های گوناگون که از استبداد دینی برخواسته و در خدمت آن است در هیچ یک از اشکال آن بر مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران اثر نکرد و نتوانست موجب انحراف ما از تمرکز بر روی دعوا و تضاد اصلی و مسئله اصلی که خلقمان درگیر آن است گردد. تا اینکه در سالهای اخیر آزادی فریاد هر ایرانی شد، دانشجویان دلیر اکنون در هر گرد همایی در دانشگاه های ایران شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دهند. وزیر اطلاعات سابق آخوندها یونسی مشکل رژیم با مجاهدین را این چنین خلاصه کرد: منافقین مهمترین گروه ضد انقلاب هستند که ضمن حمایت خارجی به چیزی جز نابودی جمهوری اسلامی فکر نمی کنند. در دعوا بر سر آزادی و حاکمیت مردم ایران و در نخستین و بزرگترین مرزبندی بین رژیم و ضد رژیم که حصار حیاتی و سرخ رگ ملی و میهنی ماست، با رژیم و دم و دنبالچه هایش و با هر کس که با این رژیم همخط و همسوست یا به هر بهانه‌ای به کیسه این رژیم می‌ریزد یا سر به آخر ملا فرو می‌کند، شوخی و عدم جدیت روا نیست. اراده سترگ مردم ایران بر سرنگونی این رژیم و بر استقرار دموکراسی است. آنهایی که در داخل یا خارج ایران تحت هر عنوان به کمرنگ کردن این مرزبندی اساسی می‌کوشند، نه رفیق قافله خلق بلکه شریک دزدان حاکمیت مردم ایرانند. معلوم نیست که چرا در برابر بمباران و خلع سلاح رشید ترین فرزندان خلق و میهن سکوت پیشه کردند، اما همین که کار به تحریم و لیست گذاری ارگانهای رژیم میرسد، فغان و فریاد برمیدارند و آه و ناله سر میدهند. سپس باز هم با زبانهای از نیام کشیده از گندابهای نظام ولایت مجاهدانی را که تا دیروز احمقانه به وابستگی به عراق متهم می کردند در یک چرخش مداری شتابان و محیر العقول امروز وابسته به آمریکا می خوانند. می بینید که از فرط عجله کاری حتی صبر نمی کنند که مجاهدین و شورای ملی مقاومت
از لیست تروریستی آمریکا بیرون بیایند. اگر آخوندها و همریش‌هایشان بپذیرند که تاریخ و مردم ایران در برابر فاشیسم مذهبی وا ندادند و مقاومتی اصیل و ریشه‌دار و از آن خود دارند، در این صورت خود را با تمام دعاویشان نفی کردند. بنابراین پس از سقوط دولت سابق عراق گفتیم فردا مجدداً ما در تبلیغات آخوندها عوامل استکبار جهانی و تحت الحمایی آمریکا خواهیم شد. فقط باید یادشان باشد که شوروی هم 12 سال پیش فروپاشی شده است و برچسب وابستگی به آن موضوعیت ندارد. اما اکنون دیگر آن سبو بشکسته و آن پیمان ریخته است. ای ایران، ای مردم،